بازداشت یک گروه تروریستی در کابل، طرح حمله بر عزاداران ناکام ماند. خوش آمدین به یکی از دیگری از ویدیوهای چینل ون اسمارت. تقاضا می نماییم تا آخرین ویدیو ما را دنبال نمایید. وزارت امور داخله اعلام کرد که گروه تروریستی که قصد سازماندهی حمله بر عزاداران محرم در کابل را داشت، متلاشی و اعضای آن بازداشت شدند. این وزارت امروز پنجشنبه 6 سنبله در اعلامیه نوشت که نیروهای ویژه پلیس با اجرای یک عملیات هدفمند در مربوطات شهر کابل، یک گروه 9 نفری را که قصد طراحی و سازماندهی حملات تروریستی بر عزاداران را داشتند بازداشت کردند. گفته شده که این عملیات شب گذشته در مربوطات حوزه 5 امنیتی کابل اجرا شده که در نتیجه آن 9 نفر به شمول یک زن که میخواستند حمله تروریستی را در منطقه کوته سنگی انجام دهند، همراه با 2 واسکت بم گذاری شده و 6 بم بازداشت شدند. وزارت امور داخله همچنین گفته که نیروهای ویژه پلیس در عملیات دیگری در مربوطات حوزه 12 امنیت شهر کابل، یک گروه 5 نفری تروریستی را بازداشت کردند. این وزارت از آمادگی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مراسم عاشورای حسینی اطمینان داده است. بیشتر سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، گفته است که خطر حملات تروریستی بر عزاداران جدی است و در این زمینه خواستار همکاری مردم و تلاش نیروهای امنیتی شده بود. در سالهای اخیر مراسم عزاداری دهه اول محرم در کابل و برخی شهرهای دیگر با حمله های خونین تروریستی همراه بوده است. مسئولیت اغلب این حملات را داعش بر عهده گرفته، اگرچه قبل از ظهور داعش حمله خونین روز عاشورا در مرادخانی کابل به یک گروه تروریستی پاکستانی نسبت داده شده بود. تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر لطفاً چینل ون اسمارت را سابسکرایب کنید و تا ویدیوی دیگر، بدرود.